آمین میگم به دعای عالیت. با سلام و عرض ادب به تک تک عزیزانی که اینجا حاضرن و همینطور عزیزانی بیننده که از طریق لایف الان به ما وصل هستن. باشه که امروز طبق دعایی که شد دهان خداوند اینجا با شما سخن بگه. آمین. دهان خداوند با کلیسای محبوب خودش حرف بزنه از عمقای وجود خودش و آمین که روحایی که اینجاست، شنوندگانی که اینجا هستن روی این صندلی ها با اون علاقه مندی، با اون روح جستجوگر، با اون تمرکز خاص روی این صندلی ها باشن. آمین. و باشه که به یاری خدا روحای ایلیاهای زمانه و یحیاهای زمانه اینجا حرکت کنه. مخصوصا هر هفته که مدت هاست داریم پیام میدیم که آرزوی دل پاستور و همینطور همه مخادمینه که کلیسای زمانهای آخر، کلیسای محلی ما، به کلیسایی که روح نبوت، روح ایلیا در اون جاریه متبدل بشه. روح ایلیا چی کار میکنه عزیزان؟ وقتی پیامش رو جاری میکنه میگه که کلام خدا میگه هم تو اشعیا باب 40 هم تو متی باب 3 میگه وقتی ایلیا و روح ایلیا سخن میگه، میخواد که در بیابانهای دل ما حرکت کنه و هر پستی پر بشه، هر چیزی که خودشو بر میافرازه به زیر بیفته در زمینهای دل خدا که زمینهای دل ماست. هر سنگ و کلوغیه، هر چیزی که نمیذاره راه خداوند مهیاشه تا کلام خداوند و خود خداوند اونجا حرکت کنه، در آزادی اونجا برداشته شه. باشه که با شنیدن نیکو کاری کنیم که این نبوتی که حقیقتا خداوند طریق پیامش میخواد بر گوشهای ما جاری کنه، جانهای ما رو متبدل کنه. همطور که عیسی مسیح خداوند بارها در اناجیل اشاره میکنه، میگه آن که گوش دارد، گوش شنوا دارد، بشنود. عزیزان، منظور عیسی فقط شنیدن امواج صوتی نیست، او از یک شنیدن دیگه ای داره سخن میگه. منظور اون شنوایی روحانیه، اون کسی که با روحی متمرکز اینجا نشسته و میخواد گوش بده، کسی که این چنین گوش میده پیام پادشاهی خدا رو درک میکنه و این پیام آزادی میاره، رهایی میاره. عزیزان، یه دگرگونی درونی میاره، نه فقط مقطعی، بلکه این دگرگونی که رو به فزاینده است. آمین. برای همین عزیزان، هر وقت کلام خدا رو میشنویم، هر وقت که کلام خدا میخواد فرستاده بشه از طریق سخنگویان خودش، اونجا یه جنگیه، یه تقابلیه بین دو تا قدرت، قدرت پادشاهی خدا که میخواد در بین کلیسای محبوب خودش آزادی، رهایی، شادی، بیداری، هوشیاری بیاره و قدرت‌های تاریکی که نمیخوان بذارن این اتفاق بیفته. باور میکنید؟ برای همین مهمترین بخش جلسه عبادتی واکنش درست ما به کلام خداست که میسر نمیشه مگه اینکه با شنیدن روحانی، یعنی شنیدن متمرکز و با علاقه مندی. اساسا اینو بدونین عزیزان، شنیدن کلام خدا یه دعوته. اینکه شما الان رو صندلی ها نشستین و بینندگان عزیز دارین گوش میدین، اصلا عادی نیست، اصلا اتفاقی نیست. اگه باور داشته باشیم، به قول خواهرم هما که میگه حقیقتا کلام خدا کلام خداست، هر دفعه اینو میگه با شادی، درخششی که تو صورتشه، یعنی به زبانی داری میگه مقتدره، برنده است، نافذه، دیگرگون کننده است. آمین. اگه اینو باور داشته باشیم امروز، میدونیم که اتفاقی نیست و باور میکنیم یه دعوته و تو امروز با یه روح دیگه ای، با یه تمرکز دیگه این پیام میشنوی. شروع کنیم. برای اینکه بیشتر تمرکزتون داشته باشم، با یکی دو تا داستان شروع میکنم. یه روز شیطان جعبه ابزارش که پر از ابزار بود به مزایقه میذاره، به فروش میذاره، ولی یکی از این ابزارهای خاص خیلی قیمتی تر بود، خیلی گرون تر بود. میدونی این ابزار اسمش چیه؟ چی؟
ناامیدی، یأس عزیزان، ناامیدی خطر مهلکه، یه خطر بزرگه که هر لحظه به خصوص میتونه کلیسای خداوند رو در بر بگیره. بازم یه داستان دیگه، یک روز مرد عالی که در کلیسای محلی زندگی میکرد، ایماندار بود، انقدر مشکلات عدید و بی پایانی داشت که تصمیم گرفت، گفت میخوام به زندگی خودم خاتمه بدم. شلوس آبس، من دیگه نمیخوام زندگی کنم. چند نفر که دور و برش بودن، دوستش داشتن، متوجه شدن، شروع کردن یه مذبح دعای آتشین برپا کردن، شروع کردن به دعا و شفاعت. دعای این عزیزان به آسمان خدا رسید، اونجا یه حرکتی انجام شد. شیطان، فرشته مقرب خدا اومد، فرشته کوچیک رو صدا کرد که کوچیکتر بود. روحای خدمتگذاری هستن عزیزان. در عبرانیان باب 1 آیه 18 میگه خداوند برای نجات یافتگانش مقرر کرده که به کمک اونا بیان. یکی از این روحای خدمتگذار رو صدا کرد، گفت ببین اگه بری این عزیز ما رو از تصمیمش منصرف کنی، دو تا بال قوی به عنوان پا، این نازنین جان چه مشکلی داره، سرطان داره، یرقان داره، چه بیماری ناعلاجی داره، یه سرنخی بده دستم. گفته هیچ کدوم اینا نی، همه اینا بدتر، ناامیده این شخص، ناامیده. عزیزان، بزرگترین ابزار شیطان به ضد ایمانداران ناامیدیه، چون ناامیدی وقتی رخنه میکنه انسان رو از درون تخریب میکنه، از درون ناامید میکنه، مخصوصا در این زمانهای خاص، در این زمانهای بحرانی. از افرادی هستن که شغلای خودشون رو از دست دادن، اقتصاد جهانی میبینیم در حال ریزشه، فروپاشیه، اون چیزهایی که روزی روشون حساب باز میکردیم، سرمایه گذاری کردیم، میبینیم همگی ناپایداره، اینه دود و بخار داره محو میشه. آینده رو نگاه میکنیم تیره و تاره، نامعلومه. به این وضعیت وقتی میخوایم فکر کنیم، این وضعیتی که الان توش هستیم، با کلمات انسانی میتونیم بگیم ما در زمان انتقال به سر میبریم. یه جوری از گذشته کنده شدیم، گذشته که دیگه بر نمیگرده، ولی هنوز وارد آینده نشدیم، هنوز نمیدونیم جلو رومون چه چیزیه، چه چیزی در انتظارمونه. مثل زمانهایی، من اینو خیلی مثال زدم تو نوجوانانم، که شخصی وارد دوران بزرگسالی میشه، از دوران بچگی اومده بیرون ولی هنوز وارد دوران بزرگسالی نشده. بهش چی میگن؟ دوران نوجوانی. بحرانی ترینه دورانه، نیست؟ چقدر این نوجوانا ممکنه اگه مواظب نباشیم دوچار بحران هویت بشن، دوچار ناامیدی بشن. خیلی مثال ها هست که براتون بزنم. ما ایرانی ها خیلی با این دوران انتقال که خیلی رنج و درد برامون داشت و خیلی ناامیدی داشت، خیلی خوب آشنا هستیم. یادتونه وقتی انقلاب شد، ما از دوران پادشاهی، از اون نظم و قانونمندی بیرون اومدیم ولی هنوز وارد اون نظم و حکومت تازه نشدیم. خیلی از ماها امیدهای واهی داشتیم، نیست؟ خیلی از کسایی که عقلشون یکم بیشتر میرسید و آینده نگر بودن، چقدر مایوس شدن، چقدر دچار ناامیدی شدن. من این زمانها یادمه، زمانهای خاصیه که آدم کلافه میشه، سردرگمه، پر از نگرانیه، و چقدر برای شریر، برای روحهای شیطان عزیزان فرصت مناسبیه که این کالای ناامیدی خودشو، این کالای بنجل خودشو به قیمت خیلی گزافی به تک تک ما بفروشه. باید اشاره کنم که زمان انتقال و خصوصیت خاص او فقط به یه دورانی محدود نمیشه، مثلا این دوران زمانی که الان هستیم، یا دوران زمانی محدودهای سنی، یا عوض شدن حکومت. انگار سرنوشت تمامی ما انسانهای فانی و محدود، از اولی که متولد میشیم تا موقعی که بار سفرمونو ببندیم، اینه که دائما با این
فضای انتقال، دوران انتقال یه جور دست و پنجه نرم کنیم. مثلا پناهجویی، دوران پناهجویان یادتونه، کسایی که ما هممون آشنا هستیم، از کشور خودمون خارج شدیم، وارد یه کشور غربت شدیم، ولی تا موقعی که ریشه کنیم در خاک غربت، عزیزان این وسط یه بیابونیه، چقدر سخته، زبان بلد نیستیم، نمیدونم شغل نداریم، خونه درست حسابی نه، پاس نگرفتیم، انگار همه چی رو حواس معلقه. و چقدر پناهجویان، من خودم باشون آشنا شدم و چقدر بیشتر پاستور، به این دورانیه که چقدر مبتلا شدم به این ناامیدی. حتی ازدواج هایی که چقدر به نظر مثبت میاد عزیزان در اول، با عشق و عاشقی و هیجان شروع میشه، از دوران تجرد وارد یه دوران تحلل میشن، ولی اما عزیزان یه دورانی وجود داره، یه دوران بیابانی وجود داره، تو اون رابطه عاشقانه هیجان فروکش میکنه، این پیت حلبی های نفس دو نفر به هم میخوره، چقدر سر و صدا ایجاد میکنه، نیست؟ هممون تجربه کردی. تا چی بشه؟ تا وارد یه دورانی بشه که عشق عمیق‌تر، امنیتی کامل‌تر، بدون این هیجانات و تنش‌های ظاهری و بیرونی، وارد یه عمقی بشه این رابطه. صاحب نظرم میگم 5 سال اول خیلی مهمه، و خیلی‌ها که استقامت و طاقتشون کم بوده، چقدر ازدواج تو این 5 سال به جدایی و دوری کشیده شده. همینطور میتونیم به رویایی که خدا میده، از اینقدر مثال بود واقعا من نمیدونستم کدومشو بنویسم. رویایی میده، وعده‌ای میده، خدا من به داوود داد، به یوسف داد، یادتونه به ایلیا یه رویایی میده، از نقطه الف تا نقطه ب که رویا داده میشه که خدا میخواد تحقق کنه اون رویای عالیشو، اگر فیض رحمت خدا نباشه و ما اعتماد نکنیم به فیض خداوند، چقدر میتونه روح موذی ناامیدی، این نطفه پرارزش رویا و ویزیون خدا رو در ما بدوزه، نابود کنه. همطور زمانهایی که در تجربه های گوناگون هستیم، از اونم زمان انتقاله، ما داریم صلیب های سنگین رو متحمل میشیم، برای چی؟ تا به یه بعد روحانی برسیم، تا این پوسته سخت بیفته، تا وارد یه شناخت عمیق‌تری از خدا بشیم. چقدر تو این فاصله، این بیابان نفس میخواد از پا در بیاد، تو این بیابان نفس میخواد از پا در بیاد، میخواد ناامید بشه، میخواد جا خالی کنه. بارها من جا خالی کردم عزیزان. چقدر نیاز داریم اعتماد کنیم به وعده های خدا تا از این روح شرارت حفظ و حراست بشیم. قبول دارین؟ ما الان همینطور در کلیسای خودمون اصلا زمان انتقال رو داریم طی میکنیم. خدا در این زمانها چقدر داره مداخله الهی میکنه، چقدر با فیض و رحمت خودش جا به جایی ها به وجود آورده، چقدر بنیادهایی که ما انسانها خودمون ساختیم اومد داره با فیضش بعضی جاها خیلی درد داشت خراب میکنه، بنیادهایی که خودمون ساختیم منهدم میکنه. عزیزان چرا؟ چرا تا کلیسای پر جلال خودشو وارد یه فضای دیگه، یه بود دیگه که داره اومدنش نزدیکه، وارد اون زمان بکنه؟ همطور که داریم مدت ها میشنم کلیسایی که شاید بی تفاوته، شاید عادت کرده به بعضی چیزا، وارد یه بود عمیق‌تر غیرت برای خدا، جلال خدا، روح نبوت که بر تک تک عزیزانمون جاری بشه. افراد راضی نباشن فقط روی این صندلی ها بشینن با گنجایش های چی میگن استکان کمر باریک فقط میرن میان، بلکه گنجایش های عمیق. خدا داره کارهای خیلی بزرگی در کلیسای محلی ما میکنه، و مخصوصا پیامهای نبوتی پاستور چقدر میتونه ما رو بیدار و آگاه کنه. برای همین دیدم چقدر این پیام مهمه که این پیامهای عالی پادشاهی خدا که از آسمان داده شده دزدیده نشه و افراد دچار شک، بدبینی یا ناامیدی و یأس نشن که چرا انقدر طول کشید، یا در جانهای خودمون خدای نکرده ضعف کنیم. چقدر نیاز داریم که با همدیگه
عزیزان از این روح ناامیدی، شک و بدبینی کمک کنیم به همدیگه و حفظ بشیم تا وارد اون عرض موعود، اون وعده عالی خدا برای زمانهای آخر، اون کلیسای پرجلالی که خدا در فکرشه بشیم. حتی وقتی به جهان خلقت نگاه میکنیم عزیزان، داره این جهان در تنش به سر میبره، چون داره چیکار میکنه؟ از گذرگاه گناه، فساد، پژمردگی داره عبور میکنه. وارد کجا میشه؟ آفرینش پرجلال، آفرینش پرشکوه خودش میشه. دنیایی که داره زیباییش پژمرده میشه، جهانی که در حال مرگه، ولی در لابلای این پژمردگی، در لابلای این آه و ناله داره تبدیل صورت میگیره. عزیزان پولس چقدر شاعرانه، چقدر زیبا داره به این دوره انتقال، دو گذرگاهی که جهان خلقت و کلیسا داره رد میشه عبور میکنه اشاره میکنه. در رومیان باب 8 آیه 22 میگه ما میدانیم عزیزان، کلیسا باید بدانه، ما میدانیم که تمامی خلقت تا همکنون از درد زهی همچون درد زایمان عزیزان داره میناله. نه تنها خلقت خدا، بلکه تک تک ما که نوبر روح رو یافتیم در جان خودمون درد زه داریم، آه داریم که کی در انتظاریم که کی رهایی پیدا میکنیم، که کی در آن آزادی دختران و پسران خدا وارد میشیم، کی از این قید فساد و تباهی بالاخره به طور قطعی تا یه ابدیت بی پایان آزاد میشیم. آمین. کتاب مقدس نگاه میکنه، خود قوم خدا زمان انتقال چقدر فرسوده شده بودن، از سرزمین مصر میخواستن وارد سرزمین وعده بشن، سرزمین موعود بشن، چقدر این وسط ناامید شدن، چقدر یأس به اونا هجوم میآورد، چقدر طول کشید. آخه ما فکر کردیم 11 روزه، یکی دو هفته وارد سرزمین ارض، وارد ارض موعود میشیم، سرزمین کنعان میشیم. آخه چرا انقدر طول کشید؟ پوست انداختیم. شروع میکردن، حقم داشتن، درد میکشیدن، ناامیدی به اونا فشار میآورد و دیدیم این ناامیدی باعث شد چقدر افراد نتونستن وارد سرزمین موعود بشن، چقدر تلفات داد قوم اسرائیل، چقدر رویای عظیم خدا را از دست داد. عزیزان نه فقط قوم خدا، افرادی رو در کلام خدا میبینیم که با خدا راه میرفتن، با خدا راه می رفتن. عزیزان کلام خدا میگه اگه اینا این همه در آتش و تنگی و افت و خیز بودن، سرنوشت ما چی چیه که دوریم شاید این موقع گاهن از کلام خدا. با خدا عزیزان راه می رفتن، وعده ها رو دریافت کرده بودن، ولی برای عبور از این گذرگاه تنگ انتقال بارها به زانو در اومده بودن. تو اون لحظات نمیتونستن الهامات خدا رو دریافت کنن. مردان شجاع خدا میبینیم که از ترس خالی شدن و در غارها پناه آورده بودن. به دلیل چی بود عزیزان؟ یأس، ناامیدی. یکی از ابرقدرتان ایمان کی بود اسمش؟ من کسی رو انتخاب کردم که شما باش آشنایی، ایلیا. یادتونه چه مکاشفاتی داشت، چه رابطه ای داشت عزیزان، چه رابطه ای من و تویی با خدا داشت. فقط در آخر به خاطر روح خبیث یک زن که تهدیدش کرد، زیر درخت اردجی رفت، نالون افتاده کوبیده اون زیر رفت و فقط ناله می کرد. اول پادشاهان باب 19 آیه 4 چقدر حال من و تو رو داره توصیف میکنه. عزیزان من و تو تنها نیستیم. ایلیا که مرد خدا بود فریاد میزد ای خدا من بس است، جان من رو بگیر، من که دیگه پدرانم بهتر نیستم. فقط عزیزان یه موقعهایی، فقط پرانتز باز کنم، یه موقعهایی میشنویم یا شاید خودم هم گفتم، واعظینی معلمینی میگن، همین الان گفتم
ایلیا با اون قدرتش، با اون عظمتش، از روح ایزابل یه زن خبیث متواری شد. یه موقع ها تو دلم میگم این خیلی بی‌انصافیه، این خیلی قضاوت ناعادلانه است. میدونیم وقتی که از باب 17 تا باب 19 پادشاهان، اول پادشاهان رو میخونیم، میبینیم ایلیا 11 مقوله فشار، درد، تنش، استکاک روح و روان رو پشت سر گذاشت. یه بار اگه خدا بخواد راجع به 11 مقوله صحبت میکنم. و بعد از این تهدید ایزابل تیر خلاصی بود بر تمام اون فشارهایی که روی ایلیا بود. عزیزان این چه درسی به ما میده؟ یه موقع اینقدر افراد تلمبار شده وجودشون از آسیب، از ناامیدی، اصلا ما خبر نداریم مثل ایلیا چه دردهایی رو کشیدن. من خودم یک دو بار دچار اشتباه و شاید حتما گناه بوده که یه حرف کوچیکی به شخصی زدم، یهو دیدم آتیش گرفته، شروع کرده با خشونت صحبت کردن. تو دلم گفتم عجب آدمیه بابا، من چی گفتم؟ بعد که رفتم باش صحبت کردم گفتم دیدم این بیچاره چه آسیب هایی دیده که اصلا خبر ندارم ازش. از بچگی چه دوران های وحشتناک انتقالی رو پشت سر گذاشته. انگار یک کلمه کج و موج من که شاید با ظرافت و لطافت نبوده، چطور اون تیر خلاص رو به اون شخص زده. پس اینا همه مقدمه بود تا اینجا ما متقاعد بشیم که آمین که شده باشیم که همواره در معرض روح ناامیدی خواهیم بود و خیلی ممکنه که مغلوب این روح بشیم. و چقدر مهمه که این پیام رو بشنویم عزیزان با گوشهای جانمون. پس چقدر نیازمندیم عزیزان نه فقط بشنویم بلکه یاد بگیریم. برای پیروزی بر ناامیدی ما راهکارهایی رو احتیاج داریم، از طریق وعده های خدا که بشناسیم، نه فقط بشناسیم بلکه به قوت روح خدا عمل کنیم. تا از وادی های شکست، وادی های کلام خدا میگه اخور، ناامیدی، شکست عبور کنیم، به وادی های پیروزی و شادی برسیم. تا همین امروز، نه فقط روزی عزیزان، این ردای ناامیدی که تیرو تنگ و تاره و خیلی تنه، خیلی از ماها بینندگان که دارن میشنون، شاید همین شمایی که اینجا نشستین، از تن ما در بیاد عزیزان همین امروز با قوت روح خدا، تا به ردای زیبای شادی، امید و ایمان که شایسته و لایق فرزند خداست، فرزند محبوب خدا ملبس بشیم. و این رسیدن به این مهم، ما خیلی نیاز داریم که خودمون رو در مردان و زنان خدا نگاه کنیم عزیزان، در کلام خدا. و خدا رو شکر من خودم میتونم این شهادت رو بدم و مطمئنم شما هم میتونین شهادت رو بدین که کمتر در راهی قدم میزنیم که قبلن خداوند برای ما ابر شاهدانی نذاشته باشه که جا پای اونا حرکت کنیم. باور میکنید؟ یه آمین پرقدرت داره اینجا یا نه؟ آمین. امروز میخواییم در اثر قدم های برادر ایلیا از گذرگاه ناامیدی، زمان انتقال و خصوصیت سخت او عبور کنیم، به سلامتی عبور کنیم و به اون قله های شادی، امید و ایمان در هر وضعیتی دستیابی پیدا کنیم. اول پادشاهان باب 19 آیه 4 تا 7 رو براتون قرائت میکنم. و ایلیا، البته اینجا نوشته خودش، من میگم ایلیا سفر یک روزه رو به بیابان کرده رفت و زیر درخت اردجی نشست و برای خیشتن مرگ رو خواسته، گفت ای خداوند بس است، جان مرا بگیر، زیرا که از پدرانم بهتر نیستم. و زیر درخت اردج دراز شده خوابیده و اینک فرشته او را لمس کرد، به وی گفت برخیز و بخور. و چون نگاه کرد اینک نزد سرش قرصی نان و ریکهای داغ و کوزه ای از آب بود، پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید.
و فرشته خداوند بار دیگر برگشته او را لمس کرد، گفت برخیز بخور زیرا که راه را برای تو زیاده است. پس برخواسته خورد و نوشید و به قوت آن خوراک 40 روز و شب تا حوریب خدا جلو رفت. عزیزان وقتی که ایلیا ناامید شد، خداوند رفت گفت جان منو بگیر، او رو شماتت نکرد، نگفت اول بیا منو پرستش کن، حضرت والا جلوی من دولا و راست شو یا کلماتی رو بگو. ایلیا همون چیزی که در قلبش بود گفت، خیلی صادقانه. و خدا چیکار کرد؟ این خدایی که در رحمت، در وفاداری بی نظیره، این خدایی که عاشق احسان نمودن عزیزان، این خدایی که بر مشقت و غم می نگره، فرشته خودشو فرستاد. چیکار کرد؟ دوبار عزیزان به او گفت بخور، بنوش، بخواب. ما خیلی موقعی موقع زندگی روحانیمون سخت میکنیم. ایلیا رفت فقط در چند کلمه گفت ای حضرت والا، قربون شکلت، حالم بده، وضعم خرابه، دیگه نمیخوام زندگی کنم. آنچه که در قلبش بود عزیزان چقدر راحت به خداوند گفت. و خداوند چیکار کرد؟ به خاطر اون صداقت گفتار و رفتار او فرشته ای رو فرستاد، دوباره یک روح خدمتگزار که ایلیا رو خدمت کرد. عزیزان با چی؟ خوردن و نوشیدن. گاهی عزیزان در زمانهای ما احتیاج داریم، وقتی خسته ایم، به یه غذای خوب، یه خواب راحت. گاهی کودک درون ما انقدر خسته است که احتیاج به نوازش داره، احتیاج به محبت داره، احتیاج به سکوت داره، احتیاج به تجدید قوا داره، احتیاج داره که رسیدگی بشه. عزیزان خدا اینو خوب میدونه. من خودم وقتی حالم بده میرم یه سبزی پلو ماهی خوشمزه درست میکنم که حسابی بخورم بعد بگیرم بخوابم. حتی از ما برای شنیدن صدای خدا، اون زمزمه ملایم خدا، اون زمزمه پرمهر خدا احتیاج داریم بخوریم، بنوشیم، یه کمی استراحت کنیم. حاضرین همه با هم بگیم بخور، بنوش، بخواب. نوش، بخواب. آمین. عزیزان یه موقع تنها کاری که باید بکنی همینه. او احتیاج داشت برای اینکه دوباره شروع کنه، از تانک روحش که خالی شده بود دوباره شارژ بشه، دوباره پر بشه. عزیزان در اون سکوت، در اون استراحت، و بعد از اون استراحت روح بخش بود که تقویت شد جانش، گوشاش باز شد، تونست صدای خدا رو و دعوت بلند خدا رو بشنوه. یه موقع خود ماها انقدر خادمی خسته و کوبیده هستیم، هی هم کلام آماده میکنیم، میخوایم صدای خدا رو بشنویم، میخوایم یه خدماتی انجام بدیم، چقدر کوبیده تر میشیم. بعد از اینکه صدای خدا رو شنید، از اون در آیه 16 صدای خدا رو شنید، خدا بهش چی گفت؟ پس خداوند به او گفت روانه شو به اون راهی که اومدی، دوباره جون در نیاد، برگرد. حالا که استراحت کردی، لذت بردی، خوابیدی، برگرد و یهوه ابن نمشی رو به پادشاهی لمس کن، الیشا رو برای نبوت لمس کن، مسش کن. اصلا چه پیام حساسی داره اینجا میده برای کسایی که در خودشون خمیده شدن، برای کسایی که روح افسردگی بر اونا خیمه زده. چقدر زیباست، نه فقط خدا تشویق میکنه که ما استراحت کنیم، یه خوراک خوب داشته باشیم، استراحت کنیم، در سکوت باشیم، بلکه داره او رو میفرسته دوباره به خدمت. یعنی چی؟ یعنی که برای اینکه خودت بیرون بیای از اون روح افسردگی و ناامیدی، الهی بمیرم برای خودم، چی بر سرم اومده، برو یه نفر دیگر رو تشویق کن، برو یه نفر دیگر رو خدمت کن. اصلا یه کلیده. اینقدر که ما یه موقع به خودمون فکر میکنیم، بلکه در زمانها، مخصوصا در زمانهایی که افتادیم، اصلا همون خدمتی هم که داریم از دست میدیم.
برو به کسی دیگه فکر کن، کسی دیگر رو تشویق کن. همین که نگاه تو از خودت بر میداری، تمام این مردان و زنان خدا، حتی میبینی مردان و زنان خدا عزیزان که در روح ناامیدی و افسردگی خواستن بسته بشن، همه کسایی بودن که من دارم میمیرم، جان من گرفته شد، جان من در من منحنی شده، و بعد از این که خودشون صادقانه به خدا خالی میکنن چی میشه؟ جان اونو برگردانیش میشه. نگاه اونا، زاویه دید اونا از خودشون به خدا و دیگران عزیزان متمرکز میشه. ناامیدی برای ایلیا تبعات و ثمرات ترس، افسردگی، کلافگی، فرار، شک، احساس خودکمبینی، نالایقی داشت. ولی از اون در اون صداقت گفتار، در اون صداقت کردار باعث شد که روح خدا او رو تیمار کنه، تقویت کنه، نزاش. بعد از سه سال ایلیا 11 پستی و بلندی سخت رو پشت سر گذاشت، نزاش از دور خارج شه، جانش رو تقویت کرد، دوباره فرستادش تا اون رویایی که در نقطه الف بهش داده بود به انجام برسه. ما این خدا رو داریم عزیزان، و بعد میبینیم ثمرات بی نظیر ایلیا رو در خدمتش. اگه وارد نباشیم که با این روح ناامیدی عزیزان صادقانه برخورد نکنیم، اولین قدم اینه که صادقانه برخورد کنیم. وقتی صادقانه اون چی که در قلبت هست پوشش نمیذاری، انکارش نمی کنی، به خداوند در اون خلوتگاهت میگی، از اون فرصتی میشه مثل ایلیا و تمام مردان و زنان خدا، روح و جانت در عهدهای خدا قرار بگیره، تقویت بشه، دوباره در عهد و وعده خدا قرار گیره. و این وضعیت ما رو میتونه از دوران سخت انتقال عبور بده و به عرض موعود نه تنها برسونه، بلکه در این فاصله انتقال از یه شناخت عمیق‌تری از خدا به ما بده. و در نهایت مثل خود ایلیا، مثل موسی، اینقدر افراد میامدن تو ذهنم، واقعا من نمیدونستم کدومش رو بنویسم. بعد از اینکه از این بحران‌ها عبور کردن دائما میگفتن اوست خدا، خدایی نیست مثل یهوه، خدایی امین، خدایی که عهد و رحمت خود رو با اونایی که با او رو راستن، با اونایی که احکام او رو نگه میدارن، میگه تا 1000 پشت عزیزان، تا نسل در نسل حفظ و حراست میکنه. از این وعده خیلی عظیمیه، این خدایی که در رحمانیت دولتمنده تا 1000 پشت ما رو رحمت میکنه. بذاریم امروز هم روح جان ما در ایمنی وجود نیکوی خدا و وعده های تغییر ناپذیر رو پناه بگیره. عزیزان امروز تو میتونی لنگر ایمان تو در این خدای وفادار رو امین بندازی، خدایی که خدای جمیع تسلی ها و دلگرمی هاست. خیلی مردان خدا هستن، داوود رو میبینیم چقدر با غارها پناه برد، در مزامیر 42 41 42 فکر کنم، یا 42 43، چقدر ناله میکنه خداوند جان من، به جان خودش میگه وقتی ناامید میشه، منحنی شه، جان من چرا در من ناامید شدی؟ چرا؟ و خدا امید دار، دوباره رحمتهای او رو به یاد بیار عزیزان. مثل آساف، آساف چقدر خمیده شده بود، چقدر خورد شده بود تو مزمور 73، حقیقتا نمیدونستم از کدومش موعظه آماده کنم، انقدر این مرد خورد شده بود که حتی فکر میکرد نیکویی‌هایی که کرده، خدا ترسی‌هایی که داشته، این قداستی که داشته بیهوده بوده. تا مزمور 73 میگه یقینا دستای خود رو به عبث به طاهر ساختم، دستای خود رو به پاکی هر روز میشورم، فقط تأدیب من تمامی روز آماده است. هر روز صبح تو منو تأدیب میکنی. یک شخص ناامید میتونه اینو بگه عزیزان؟ وقتی که به قدسای خدا میره، وقتی به حضور خدا مثل ایلیا میره عزیزان، وقتی دل خودش رو صادقانه مثل آساف، مثل داوود، مثل ایلیا به خدا باز میکنه، میبینیم چقدر روح خدا، تسلی خدا او رو در بر میگیره. خود آساف
وقتی به قدسای خدا داخل میشه، من اسمشو گوشتم، حقیقتا من یادداشت نکردم، فقط این چیزا همینجور تو ذهنم میامد، همینجور که پاستور داشت موعظه میکرد تو مزمور 73 اسمشو گوشتم ثروتهای چارگانه. وقتی که داشت داغون میشد، منحنی شده بود از درد، از رنج، به خصوص هم مقایسه خودش با کسایی که شریرن، بی خدا هن، چطور اونا سرسبزن، سلامتن، در پیروزی به سر میبرن، ولی من که دق داستم، من که ایمان دارم، من که میام انقدر مبتلا میشم. و صدای خدا رو میشنوه مثل ایلیا. عزیزان، اما من با تو هستم، یک دست راست تو رو تایید کردم. تو مزمور 73 میگه این دو تا ثروت، کی میخواد خدا دست او رو تایید کنه برای شفا، برای تسلی؟ اما من با تو هستم، دست راست تو رو تایید کردم و موافق رأی خودم تو رو هدایت میکنم. یعنی هر روزه به وسیله روح القدس تو رو هدایت میکنم و بعد از این تو رو به جلال میرسونم. اصلا اینا همه یک گله ثروته که توش پر از امیده. بعد که چشمش باز میشه سرودهای خودشو میخونه، کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز را بر زمین نمیخواهم، اگرچه جسد و بدنم زایل شود، اما قسمت من، هسته من، صخره بلند من خداست. با چه پیروزی عزیزان بیرون میاد. حتی وقتی در حضور خدا میری، بارها یه گره های کج و کولهی تو ذهنمون بوده به خاطر رنج ها و تجربه هایی که داشتیم، میفهمیم این درد های عاطفی، این درد هایی که در روح روانمونه برای چیه. بارها مردان خدا انگار یه هوی چششون باز میشه. اصلا صداقت، صداقت گفتار، صداقت رفتار در حضور خدا انگار یه پالایشی رو در وجود ما به وجود میاره، انگار یه تسکیه یه نفس به وجود میاره که باعث میشه این نور خدا داخل شه و شفا و آزادی بیاره. عزیزان، بارها دیدم، همین توی سمیناری داشتیم چقدر شهادت دادم، خواهری که با صداقت رفته بود وضع من اینه، انقدر وضعم خرابه، هیچ چیزی هم نشده، فقط انگار نور خدا وارد میشه، یک پالایش نفسانی صورت میگیره. عزیزان، و تازه میفهمی اگه رنجی که داری میکشی، چه کنم چه کنم هایی که تو ذهنته، یهو انگار میگه حالا فهمیدم، آها خدا برام باز کرد، جون میگیری. و مثل ایلیا، مثل آساف، مثل داوود میشنوی، به جانت میگی مرا نیکوست که به خدا تقرب بجویم و تمامی کارهای او رو، اعمال او رو نگاه کنم، راجبش فکر کنم. آمین. یکی از سخت‌ترین در این آخر نوع ناامیدی که ما رو میتونه تا حضیض ذلت عزیزان پایین بکشه، و خیلی خوبه که هممون بدونیم ناامیدی از خداست. انسان وقتی از خدا ناامید میشه انگار به صفر میرسه. در این قسمت الگوی ایمان ما عزیزان، الگویی که امروز میتونیم امید بگیریم، هیچ کس رو من پیدا نکردم، کسی که بارها و بارها خودم آویزونش شدم، ارمیا که به نبی گریان معروف بود، اشکایی که میره قلب شکسته و ناامید نشأت میگرفت، اون در مقام سخنگوی خدا عزیزان میدی چه بلایی داره بر سر زادگاهش میاد، چه بلایی داره بر سر قومش میاد. خدایی که اونا رو پرورده بود، خدایی که اونا رو از اسارت بیرون آورده بود تا برکتشون بده، ولی انگار داشت میدید دست خدا بر اونا سنگین شده و دائما دارن بدی رو میبینن. و کتاب ارمیا، به خصوص مراسی ارمیا، پر از مرسی است، پر از نوحگریه، پر از اشکه برای خدا که ناله میکنه برای قومش، برای خودش. خدایی که پشت کرده به دعاهای او. از این وقتی دعا میکنیم مدتهای مدیدی و نمیشنویم، چه
چقدر میتونه در معرض ناامیدی قرار بگیره. وقتی این دو کتاب ارمیا و مراسی ارمیا رو میخونیم، اهمیت عزیزان بی قیاس دعا و شفاعت و همینطور ناامیدی که ما رو میتونه به فلاکت بکشه، خیلی زیبا به تصویر کشیده شده. ولی ایلیا عزیزان مثل آساف، مثل داوود، مثل ایلیا با همون صداقت میره در حضور خدا، تمام اون زخما، دردها، ناامیدیاشو به خدا میده و بعد پر از سرود و پرستش، سروده های سروده عزیزان که بی نظیره و جاودانیه در کتاب مقدس. من بدون که تو کتاب مقدس رجوع کنم، فقط چیزهایی که تو ذهنم بود که زمانهایی که میخوندم تون تون مینوشتم. تو مراسی ارمیا باب 3 وقتی که او له شده و زیر باره غم برای قوم خودش، برای خدایی که به اون پشت کرده، و ببینید چه کلماتی میگه عزیزان. جان مرا به خدا داره میگه، از سلامتی دور انداختی، من مرد هستم که از چوب غضب تو مصیبت دیدم، قوت و امید من از یهوه تلف شده، تو هستی، تو ای خدا که مرا با تلخی ها سیر کردی و طریق هایم را کج کردی. فریاد استغاثه به سوی تو بلند می کنم و دعای مرا من کردی و تازه دشمنانم را بر من مسرور ساختی. عزیزان داستان او هم مثل داستان مردان خدا، تمام مکنونات قلبیشو به خدا میگه و یهویی عزیزان اون نور وارد تاریکی میشه، اون نفس دردمند و خور شده او انگار حیات میگیره. در اثر چی؟ در اثر صداقت گفتار خودش. وقتی صداقت داری، چون خدا روح راستیه نیست، انگار روح با روح برخورد میکنه، اونجا یه تلاقی میشه، یه اتفاقی رخ میده و اینجا زیباترین و مهیشترین سروده های خودشو ارمیا سرود. در مراسی ارمیا باب 3 از آیه 20 تا 26 براتون قرائت میکنه. تو جان مرا از سلامتی دور انداختی و سعادتمندی رو فراموش کردم و گفتم قوت و امید من از یهوه تلف شده. و آیه 20 یهوه انگار جانش تازه میشه، تو البته به یاد خواهی آورد زیرا که جان من در من منحنی شده است، من آن را در دل خود خواهم گذرانید و از این سبب امیدوار خواهم بود، از رفعت‌های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی زواله، آنها هر روز صبح تازه میشه و امانت‌های او، وفاداری او عزیزان در عیسی مسیح خداوند چقدر عظیمه. و جان من میگوید که خداوند نصیب من است، پس به او امیدوار خواهم بود. خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارند و برای آنانی که او را میطلبند، عزیزان او را میطلبند، خوشا به حال کسی که او را میطلبه، قلب خودش رو در او خالی میکنه. نوشته نیکو است، خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار نجات خداوند رو بکشه. خوبه که انسان امیدوار باشه عزیزان، با سکوت، سکوتی که تو هم با انتظاره، انتظاری که توش پر از امیده، امیدی که خدایی که شروع کرده قادر ما رو از این تنگنا، از این گذرگاه انتقال، از این خصوصیت‌های زمانی که توش هستیم یه موقع روح روان ما رو ناامید کنه، خوبه که امیدوار باشیم و در ناامیدی عبور نکنیم، بلکه در امید به خدایی که رفعت آش بی نهایت، امانتاش بی نظیره و هر روز صبح در عیسی مسیح خداوند تازه میشه. عزیزان خوش به حال ما اگه شنیدیم خوب و خودمونو تقویت کنیم، تسلی بدیم. عزیزان میخوام بهتون بگم امید در عیسی مسیح خداوند حقیقت داره، باور کنین حقیقت داره، حتی اگه حس نکنی، حتی اگه نبینی، در عیسی مسیح شامگاهان گریه رخ میده ناامیدی، اما صبحگاهان شادی. آمین.
سرهای خودمون رو خم کنیم و چند لحظه دعا کنیم. ای خدا من شکرت میکنم که امروزم کمک کردی کلیسای محبوب خودت، قوم عزیز خودت، دوباره خداوند در عهدای تو، در اون خصوصیت عالی تو که ذات تو با عهد تو جدا نیست، خداوند خودمون رو تازه کنیم، ای تازه کننده و پرورنده روح و جان ما. دعا میکنم ای خداوند که هر کسی که در بین ماست و داره، هر بینندهی که داره میشنوه در جانش خم شده، ناامیده، خداوند دعا میکنم که لنگر ایمانش رو امروز در وعده های عظیم تو، در خود تو که خدای تسلی و دلگرمی هستی، بندازه و خداوند امروز قوتی به او بده که این کالای بنجل شیطان رو که ناامیدیه به خودش برگردونه. خداوند دعا میکنم هر کسی که وادی اشکا عبور میکنه، خداوند جانش ناامید نشه، بدون مسیر درستی رو میره و اون چشمه های امید در انتظار اوست. ای خدای عالی شکرت میکنم که تو خدایی هستی که قادری و بارها و بارها چشیدیم که چطور ناامیدی های ما به امید، گریه های ما به خنده های شادمانی تبدیل شد، چون در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردیم. و در آخر اینک خدای امید، عزیزان در این لحظه به وسیله روح القدسش تک تک ما رو، تک تک شما عزیزانم رو از کمال شادی در ایمان پر کنه، آکنده بسازه، لبریز بسازه، تا چی بشه؟ تو رومیان باب 15 میگه تا دوباره به قدرت روح القدس سرشار از امید و ایمان بشیم. یه چرخس عزیزان، در رومیان باب 15 آیه 13 میگه اینک خدای امید شما رو به قوت روح القدس از کمال شادی آرامش در ایمان آکنده بسازه تا با قدرت روح القدس سرشار از امید و ایمان بشیم. کلیسای خداوند با ایمان بگه آمین. آمین.